با سلام حضور شما بینندگان گرامی توجهتون رو به برنامه رسانه های جهان امروز جلب می کنم. روز گذشته در آستانه تاریخ رسمی بازگشت تحریم های نفتی علیه دیکتاتوری آخوندی در 5 نوامبر کاخ سفید در پیامی اعلام کرد رئیس جمهور دونالد ترامپ تمامی تحریم هایی رو که طبق توافق اتمی غیر قابل قبول با رژیم ایران رفع شده بود مجددا برقرار میکنه ابتدا از نشریه پلیتیکو مطلبی داریم که نوشته ترام در توییتر با انتشار تصویری از خود به ایران هشدار داد تحریم ها باز می گردند و نوشته ترام در بیانیه‌ای که روز جمعه توسط کاخ سفید منتشر شد گفت روز دوشنبه پنجم نوامبر پایان مشارکت ایالات متحده در قرارداد هسته ای ایران کامل خواهد شد آخرین مجموعه از تحریم ها که بر اساس توافق فاجعه بار ای یعنی همون برجام لغو شده بود همراه با تحریم های جدید به اجرا گذاشته خواهند شد تحریم ها بخش های حیاتی اقتصاد ایران رو هدف قرار خواهند داد از جمله بخش انرژی کشتیرانی و کشتی سازی در ایران و همچنین تحریم معاملات با بانک مرکزی ایران و با بانک های دیگه که قبلا هم اونها تحریم شده بودند همچنین نشریه هیل ارگان کنگره آمریکا در عنوان مطلب خودش نوشته ترامپ در نظر دارد تا تمامی تحریم های هسته ای علیه ایران رو اعمال کنه در این یادداشت به قلم ربکا کیل آمده وزیر امور خارجه مایک پومپئو در یک نشست تلفنی ویژه با روزنامه نگاران تایید کرد این قسمت از کمپین که ما امروز درباره اون صحبت می ساده هست هدف از اون محروم کردن رژیم ایران از درآمدهایی هست که برای گسترش مرگ و تخریب در سراسر جهان از اونها استفاده میکنه در خصوص اعمال مجدد تحریم ها علیه رژیم ایران مطلب دیگری از روزنامه USA Today داریم با این عنوان مقامات ارشد دولت ترامپ میگویند که تحریم های جدید آمریکا اقتصاد ایران رو خفه خواهد کرد و کاخ سفید امیدوار است که این تحریم ها که از روز دوشنبه به اجرا گذاشته میشن و بیش از 700 شخص و نهادهای رژیم ایران رو هدف قرار میدن اقتصاد اون رو خفه کرده و رژیم رو به دور جدیدی از مذاکرات سوق بدن سیون منوچین وزیر خزانهداری داری آمریکا گفت که بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مؤثر نخواهد بود و هشدار داد که دولت ترامپ در پی هر نهادی خواهد رفت که تلاش کنه تحریم های ایالات متحده رو نادیده بگیره والستری جورنال در مورد جدیت این تحریم ها در عنوان مقالش آورده مقامات سابق آمریکا میگویند شرکت ها می توانند انتظار اعمال سخت تحریم ها علیه ایران رو داشته باشند و از جمله نوشته که مقامات سابق آمریکا گفتند که دولت ترامپ به دنبال این هست که عدم تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت سنگینی از شرکت هایی که سرپیچی می کنن بگیره برخی از شرکت های کوچک و متوسط سعی کردند با مخفی کاری از آمریکا به تجارت خودشون با ایران ادامه بدن این مقامات میگن که این شرکت باید آماده باشند که با تحریم های شدید آمریکا جریمه بشن در اینجا به تحولات جهان میپردازیم روزنامه لومان طی چند مطلب و خبر به همه پرسی استقلال کلدونیا از مستعمرات قدیمی فرانسه پرداخته و در عنوان مطلب آورده کلدونیای جدید پیش به سوی استقلال و نوشته مردم کلدونیای جدید از مستمره قدیمی فرانسه روز یکشنبه چهارم نوامبر یعنی سیزده آبان برای اعلام نظر خودشون در مورد استقلال این مجمع و رأی رای خواهند داد. در این همه پرسی سوال میشه آیا شما از کلدونیای جدید که استقلال کامل به دست بیاره و یک کشور مستقل بشه حمایت میکنید؟ کلدونیای جدید مجمع و جزایری در اقیانوس آرام هست که فرانسه در سال 1853 اون رو تصاحب کرد. این سرزمین تاریخچه ای از شورش ها علیه استعمار داشته و در یک نمونه در سال 1980 80 نفر در جریان این شورش ها کشته شدند در یک حمله تروریستی به اتوبوس حامل قبطیان در شمال مصر دست کم 7 تن کشته و 12 تن زخمی شدند این عنوان مقاله است از روزنامه الاهرام مصر که نوشته دستگاه قضاییه مصر تحقیقاتی در مورد این حمله تروریستی آغاز کرده عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر به خانواده قربانیان تسلیت گفت و رهبران کشورهای غربی و عربی هم در همبستگی با مردم مصر این حمله رو محکوم کردند منابع مطلع گفتند که نیروهای امنیتی در حال حاضر در جستجوی افراد مسلح ناشناسی هستند که این حمله تروریستی به این اتوبوس رو انجام دادند. شیخ الازهر بالاترین رهبر مذهبی مسلمانان سنی مصر در پیامی این حمله تروریستی رو محکوم کرد و گفت مجرمان این حمله تروریستی بزدلانه جنایتکارانی هستند که ارزش های انسانی رو زیر پا گذاشتند و بیگناهان رو به قتل می رسونند. در حادثه ای ناراحت کننده در چین درگیری بین راننده و یک مسافر اتوبوس به سقوط یک اتوبوس در رودخانه در منطقه چون کینگ منجر شد و 13 نفر هم در این جریان کشته شدند. در این خصوص روزنامه سات چاینا مورنینگ پست به شرح اون پرداخته و نوشته که مقامات محلی گفتند که یک مسافر زن 48 ساله که فرصت توقف اتوبوس در ایستگاه قبلی رو از دست داده بود با راننده اتوبوس درگیر شد به طوری که در ویدیو دیده میشه مسافر ابتدا با دست ضربه به سر راننده میزنه و راننده موقع واکنش به این ضربه فرمون رو میپیچونه این کار باعث انحراف اتوبوس و برخوردش با یک خودروی روبرویی و در نهایت سقوط اتوبوس از روی پل به رودخانه یانگتسه میشه. در این بخش از برنامه به دو مطلب علمی توجه کنید. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای با این عنوان نوشته روسیه بردن فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی رو از سر میگیره. و می نویسه آژانس فضایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد داره پرواز مجدد سه فضانورد رو در روز سوم دسامبر به ایستگاه فضایی بین المللی ترتیب بده. این نشانه ایه که پس از نقص فنی که در ماه،, ماه گذشته صورت گرفت فضاپیمای سایوز برای سفر آماده, آماده و امن هست. سایوز تنها وسیله ای هست که میشه با اون به ایستگاه فضایی سفر کرد. در ماه اکتبر فضاپیمای سایوز سایوز روسیه با دو سرنشین پس از پرتاب دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و البته سرنشینان اون با کمک کپسول های نجات خودشون در قزاقستان فرود اومدند ابرنو اختر چگونه ایجاد شده است؟ این سوالیه که روزنامه دیلی میل به اون پرداخته و در تیتر مقاله خودش آورده یک فیلم که طی مدت زمان 25 سال گرفته شده نشان می دهد که یک ستاره که با قدرت 100 میلیون برابر انرژی خورشید منفجر شده 168 هزار سال نوری با زمین فاصله داره و نوشته که پرجرمترین ترین ستاره های عالم زندگی خودشون رو با انفجاری عظیم به نام ابرنواختر که به انگلیسی بهش سوپرنوا میگن به پایان میبرد یک سوپرنوا زمانی رخ میده که یک ستاره در حال مرگ شروع به خاموش شدن میکنه اون وقت به طور ناگهانی منفجر میشه و مقدار عظیمی نور از خودش تولید میکنه و از خودش یک هسته یک کوچک نوترونی به جا میذاره دانشمندان از این پروسه ظرف 25 سال گذشته که این سوپرنوا در سال 1987 کشف شد تصویر برداری کردند خوبه که بدونید که در کهکشان راه شیری خودمون به طور میانگین در هر قرن یک یا دو ابرنواختر رخ میده که برخی از اونها هم پشت قبار کهکشان پنهون میشن. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه تشکر میکنم. خدا نگهدار.